خب ترامپ رئیس جمهور شد بیت کوین هم آل تایم های خودش رو شکست در دوران خیلی جالبی داریم زندگی می کنیم و این یکی دو هفته از همه اینها جذاب تر بود خوش اومدیم به یک هفته نامه دیگر از آکادمی گنج بریم و همون مسیر همیشگیمون رو طی بکنیم درسته که خیلی هیجان انگیزه اوضاع بازار اما ما باید که دیسیپلین خودمون رو حفظ کنیم مسیرمون رو طی بکنیم ببینیم چه چیزهایی رو دیدیم چه چیزهایی ندیدیم چه چیزهای رومون هست و مثل همیشه نگاهی به اخبار آنچین و البته چارت ها داشته باشیم اگر که کانادا زندگی می منتظر یه خبر خیلی خوب در انتهای این ویدیو هم باشید بریم و به هفته نامه برسیم خب مثل همیشه از هفته گذشته شروع میکنیم طبیعتاً بزرگترین خبر هفته گذشته انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور بود که خب خیلی تاثیر مثبتی در بازارها داشت حالا توی تکنیکال ها بیشتر با هم بررسی میکنیم اما در حالت کلی اگه بخوایم نگاه بکنیم یه ذره نگرانی رو پایین آورد و حالا حدث من این هستش که هر کدوم از این دو تا کاندید اگر انتخاب میشدن این یه بخشی حداقل از این تاثیر رو میدیدیم و به طور خاص در مورد طلا میخوام صحبت کنم چون که تا وقتی این در واقع عدم قطعیت در بازار وجود داره طبیعی هستش که شرکت کننده های بازار نگران باشن و شک داشته باشن اینکه خب چه اتفاقی خواهد افتاد ممکنه که بازیک یک ناامنی اجتماعی بشه ممکنه که نشه و خب این یکی از دلایلی بود که طلا بالا رفته بود در کنار اتفاقاتی که در خبر میانه در حال افتادن هستش اما پیروزی آقای ترامپ یه ذره این نگرانی ها رو پایین آورد شاید پایین اومدن طلا بودیم و همچنین بازگشت ریسک به بازارهای مالی که تاثیرش رو روی بازار بورس و مخصوصا روی بیت کوین دیدیم بر حال ترامپ رئیس جمهور طرفدار طرفدار بیت کوین بود در خلاف دموکرات ها و خب تاثیرش رو دیدیم ولی خب دوباره باید یادم باشه که این هنوز آی ترامپ صرفا انتخاب شده روزی که شروع میکنه و قدرت واقعا به دست میگیره در ژانویه خواهد بود که دو ما هنوز فاصله داره ولی خب تاثیرات مثبتش رو گذاشت من اگر خاطرتون باشه دو هفته پیش یک جمله از سه هفته پیش یک جمله ای رو گفته بودم امیدوارم که من جمعه اون جمله گوش کرده بودیم اینجا بریم یه نگاهی با هم بندازیم بهش حالا خوشحال میشین بیاد پایین میتونیم بیشتر بخیر اما اگر هیچی بیت کوین ندارین من دوست ندارم جایی کسی باشم که در این نقطه از سایکل هیچی بیت کوین نداره اینو میذارم اینجا بمونه واسهتون پیشنهاد معامله طبیعتا نیست امیدوارم که شما ها جز اون کسانی نبوده باشین که در این قسمت از سایکل بیت کوین نداشته باشین به هر حال میگم اتفاقات خیلی جالب در حال افتادن هستش بیت کوین داره آل های خودش رو میشکنه و خب این این چیزیه که خیلی از دوستانی که همراه ما بودن در سایکل قبلی دیدن وقتی شروع میکنه قیمت به شکسته شد به شکستن آتایم های ها, ها... یک فضای خیلی متفاوتی هست چه از لحاظ سنتیمنت چه از لحاظ سختی کاری که توی تکنیکال داریم باید بریم یک کمی راجع بهشون صحبت بکنیم اما فعلا بریم اخبار رو پایین خب از بزرگترین خبر این هفته طبیعتاً پیروزی آقای ترامپ بود همچنین در روز پنجشنبه نرخ بهره اعلام شد از فدرال رزرو همون که انتظار می‌رفت 4.75 درصد اعلام شد عدد خاصی چیز خاصی نیستش اما توی پرس کانفرنسی که آقای پاول صحبت کرد دو تا دو تا موضوع جالب بود که میخواستم به هم بهش بپردازیم یکی این بحث هستش که جمله که آقای پاول گفتن که در کوتاه مدت حداقل نتیجه انتخابات تاثیری روی تصمیماتشون نخواهد داشت و جمله بعدیش این بود که ما حدس نمیزنیم پیش بینی نمی کنیم پیش فرزی برای خودمون قرار نمیدیم صرفا به اعداد نگاه میکنیم و با توجه به اون اعداد تصمیم میگیریم و خب این چیزی بود که انتظار داشتیم از فیت بشنویم و میگم طبیعی هم هستش ما هنوز دو ماه فاصله داریم با اینکه بخواد دولت جدید بیاد و قدرت بگیره و خب آقای پاول همین موضوع رو یه جورایی تایید کرد اما یک تونه تعیین نرخ بهره دیگه در تا انتهای امسال سال 2024 هنوز داریم و جمله جالبی از آقای پاول گفته شد در این پرس کانفرنس که یکی دو تا یکی دو ماه اگر این اعداد تورمی بد باشن باعث نمیشه که ما پروسه رو تغییر بدیم و خب این یه ذره پارادوکسیکاله یه ذره تناقض برانگیزه که از یه طرف میان میگن که آقا ما همه نگاهمون به اعداد هستش اما از طرف دیگه میان میگن که آقا یکی دو تا عددم بد باشه خیلی به ما کاری نداره و خب این کاریه که های پاول و کلا باید انجام بده یک در واقع بازی کردن با کلمات هستش که بتونه همه طرف رو خوب نگه داره ولی خب جالب بود که اینقدر این پارادوکس این ماه حداقل بزرگ بود میگم عدد مهمی هستش که قرار اعلام بشه پیش های متفاوتی وجود داره اگر بیایم به فدواش نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که برای دسامبر که حتی هنوز بیش از یک ماه و هفت روز هنوز فاصله داریم باهاش ولی برخلاف شاید تعیین نرخ بهره های قبلی که داشتیم که خیلی مطمئنتر بود بازار به یک سمت خیلی اطمینان کمتری وجود داره 35 درصد انتقاد دارن که کارش تا... کاهش نرخ بهره نخواهیم داشت و 65 درصد اعتقاد دارن که یک کاهش 25 درصد می خواهیم داشت و وضعیت مشابهی برای جامبیه حتی این موضوع یک کمی بازتر میشه اما خب جلوتر بریم احتمالاً اعداد کمی دقیق تر باشن وقتی پیش رو بخوایم نگاه بکنیم یکی از اعداد مهمی که آی پاول رجبه... تورم صحبت کرد و یکی از عدد مهمی که هفته پیش رو خواهیم داشت در روز چهارشنبه سی پی شاخص تورمی خواهد بود از آمریکا پیش بینی این هستش که مثل ماه گذشته دامه درصد ماه به ماه افزایش رو داشته باشیم و برای کور سی پی آی هم 3 درصد افزایش عین ماه گذشته ببینیم که چه خواهد شد من حدسم این هستش که تقریبا بتونیم با پیشبینی بینی ها جلو بریم و اگه اینطور باشه مثلا تاثیر خاصی روی بازار نداشته باشه اگر برخ... کمی بیشتر از بیشتر یا کمتر از پیش بینی ها باشه طبیعتاً متعاقبا تاثیر خودش رو میذاره همچنین روز پنج شنبه پی پی آی رو داریم و این دو تا عدد میتونن به ما یه حسی بدن از اینکه از لحاظ تورمی فد در کجا هستش و به نظر میرسه که تب... در واقع حلاش فد برای کاهش تورم موثر بوده و الان چیزی که بیشتر فد باید نگرانش باشه و هست بحث بیکاری هستش تا اینکه بخواد بحث تورم باشه و حالا میگم اعداد این هفته خیلی بهتر میتونن این رو به همون نشون بدن ببینیم که چه خواهد شد خب بریم سری بزنیم به آنچین امروز دو تا چارت مهم آنچین داریم که با هم بررسی بکنیم. اولی شورت ترم هولدر اس هستش که میدونی این چارت آنچین مورد علاقه من هستش و همیشه تو این هفته نامه ها با هم بررسیش رو می‌کنیم. یکی دو هفته گذشته چیزی که ازش دیده بودیم این بود که تونس بالای یک با قدرت خودش رو نگه داره و این یکی از نشونه ها بود برای ما که خب این رفت این رفت حالا حالا حال ها حال قرار حال نیست به پایان برسه و نتیجه رو هم در این هفته با شکست شدن آل تایم های ها دیدیم و هنوز اوضاع تغییری نکرده. هنوز کماکان با قدرت بالای یک هستیم و تا موقعی که خط یک شکسته نشه در شورت مدل سوپیار به نظر من میتونیم که اینجا بمونیم اما چیز دیگه ای که میخوایم با هم امروز نگاه بکنیم ریلایز کپ هادل Wave ها هستن هادل ویو ها رو اگر خاطرتون باشه از جلسه سوم یا چهارم دوره آن چین با هم خیلی راجع صحبت کردیم و خیلی در واقع دیدگاه بسیار جالبی میده به ما از اینکه بیت کوین ها دست کیه و به چه داره جا میشه به طور خاص اینجا داریم به ریلایز کپ نگاه میکنیم و با یه نگاه خیلی ساده شاید اگر بدون اینکه حتی بخوایم متوجه بشیم اینا دارن چی رو نشون میدن میتونیم ببینیم که سایکل ها به راحتی اینجا دیده میشه اما اگه کمی دقیق تر بشیم چیزی که اینجا دارم میبینم و برای من خیلی جالب هستش این هستش که بیت کوین هایی که در 6 ماه تا یه سال اخیر کمتر از یک سال عمر در... دارن یا در... کمتر از یک سال هستش که آخرین بار جابجا جا شدن یا خریداری شدن توسط در واقع خریدارانشون جابجا جا نشدن و این نشونه خیلی مثبتی هستش یعنی کسانی که در یک سال اخیر خرید کردن که اگر بخوایم روی چارت بهش نگاه بکنیم کجا میشه در یک سال اخیر میشه توی این رنج خرید کردن هنوز دست به فروختن بیت کوین هاشون نزدن و خب این خیلی جالب هستش که این اتفاق نیفتاده و بیت کوین های دیگه کماکان در حال پیر شدن هستن یعنی حتی بیت کوین پیر پیرتر هم هنوز شروع به فروش نکردن اونجایی که ما یه اسپای که خیلی بزرگ از این رنگ های قرمز تر این پایین ببینیم اونجا جایی هستش که یک کمی باید خودمون رو آماده بکنیم برای فروش اما به نظر میرسه که الان دقیقا در شروع این بول مارکت هستیم و هنوز خیلی راه داریم اما یک کمی از آنچین خارج بشیم بریم روی بازار فیوچرز ها از لیکویدیشن محف شروع بکنیم اینجا بازار که هستیم دوستان ما با پرایس دیسکاوری در سر داریم میزنیم یعنی چی پرایس دیسکاوری. یعنی بیت کوین میاد و داره قیمت پیدا میکنه خودش خیلی تقریبا غیر ممکنه اینجا تکنیکال زدن برای اینکه چون هیچی ندارین که بخوایم بر اساسش لول پیدا بکنین که آقا 85 90 عدده کجاست اون سقف کجاست یه سری راههایی وجود داره با فیبوناچی اکستنشن میشه این کارا کرد ولی خب خیلی خیلی محدود هستش و اینجا جایی هستش که میگم قیمت داره میره تا خودش رو پیدا بکنه تا سقفش رو پیدا بکنه یکی از چیزهایی که میتونیم بهش نگاه بکنیم اوردر بلاک ها هستن پوزیشن های شورتی که وجود دارن و از اینجا به بالاتر هستش نقطه خیلی کویدیشنشون اونها میتونن یه سری لول جالب باشن برای چی نه برای اینکه سقف رو نشون بدم برای اینکه اگر به اونجا برسه به یه ذره شکسته بشه تا یک جامپ بزرگتری خواهیم داشت اتفاقی بود که روی 78000 دلار هم دیدیم که ما رو رسوند به بالای 80000 دلار و اینجا من یک توییت خیلی جالبی داشتم که 90 میلیون دلار بیت کوین در 24 ساعت گذشته لیکویدیت شده شورت های بیت کوین لیکویدیت شدن 90 میلیون دلار عدد بسیار بسیار بزرگی هستش و خیلی حواستون باشه که توی این تله پیدا کردن سقف نیفتین خیلی آدم دوست داره من اینو توی دوره خیلی دقیق با هم راجع به روانشناسی پشتش صحبت کردیم که آدم ها خیلی دور دوست دارن که بگردن کف کف یا قله قله رو پیدا بکنن و این تقریبا غیر ممکن هستش و ما هیچ وقت نمیخوایم این کار رو انجام بدیم ما همیشه دوست داریم که اون 80 درصد وسط روند رو داشته باشیم 10 درصد اول آخرش رو فراموش بکنیم که جز ضرر چیزی براتون نخواهد داشت بسیار عالی خب پس این نگاه به لیکویدیشن هیت مپ و اعدادی که جلومون هست 85000 به جایی هستش که یه کمی مقاومت روانی وجود داره طبیعتا 90000 و از اون به بالا هم که هست باز خیلی چیز خاصی این هم بهمون به همون نمیتونه بده اما اوپن اینترست و فاندینگ ریت را اگر نگاه بکنیم جفتش طبیعتا با شکست شدن آتم های و انتخاب آی ترامپ به عنوان رئیس جمهور افزایش داشته ولی کماکان به نظر من میتونست اوضاع خیلی بدتر باشه این اد... مقدار زیاد لورج لانگی که توی بازار وجود داره در یه نقطه هفته آینده یا شاید هفته بعدش یک لانگ سکویز به ما خواهد داد و اون شاید موقعیت خیلی جالب تری باشد اگر که میخواین وارد تریدی بشین اگر الان توی ترید نیستین اون میتونه خیلی جالب تر باشه ولی اکیدا از شورت کردن روند به این قدرت خودداری کنید خواهش میکنم ازتون بسیار عالی یک توییت دیگه هم اینجا بودش که خیلی به جالبه میگم همه دنبال پیدا کردن سقف هستن و خیلی جالب خواهد شد که ما وقتی که اولین کندل قرمز رنگ رو ببینیم کندل روزانه قرمز رنگ رو ببینیم منتظر باشید که شبکه های اجتماعی پر بشه از کسانی که میگن سقف رسیده صرفاً اینجا باشه جالب خواهد بود بریم سراغ تکنیکال ها که اونجا هم صحبت جالبی با هم خواهیم داشتیم اولین کاری که میخوام اینجا انجام بدم این هستش که یک نگاهی بندازیم به یکی دو ماه به حتی سه چهار ماه اخیر و ببینیم که چطور عمل کردیم چطور دیدیم که تونستیم این رنج رو پیدا بکنیم در یک سال اخیر تونستیم در OBV این روند نزولی رو پیدا بکنیم و مهمتر از اون تونستیم انتهاش رو با شکست شدن اینها پیدا بکنیم و یه جورایی شروع این روند رو این روند رو از اولش باهاش همراه بودیم و خیلی دلچسب بود در یک هفته اخیر چه اتفاقی افتاد در یک هفته اخیر بازگشت بسیار زیبای قیمت به این خط روند سبز رنگ تستش و ادامهش رو داشتیم و همچنین در OBV بازگشت به این خط زرد و برگشت رو داشتیم که گفته بودیم که اینجا میتونه یکی از بهترین نقطه ورود ها باشه که امیدوارم استفاده کرده باشین اینجا دقیقا قبل از تعیین در نتیجه انتخابات بود که خیلی خب بالاخره جالبه که انقدر دقیق و زیبا تکنیکال ها اینجا تونستن به ما کمک بکنن خب این از نگاه یک کمی کوچکتر اگر بخوایم عقبتر بیایم بعد خاطر اون باشه که الان توی اون فاز بول مارکت سایکل قرار داریم اینکه کی تموم میشه به کجا میرسیم چیزی نیستش که الان بخوایم راجع صحبت کنیم ولی خب حواستون باشه اونجایی از بازار هستین که خطرناکترین چیز فومو و ترس از جاموندن هستش به هیچ وجه به خاطر ترس از جاموندن هیچ خرید یا فروشی رو انجام ندید همونطور که صحبت کردیم در قسمت اخبار طلا و بازگشتش خودش رو داره میبینه به خاطر اینکه خب لخری یه ذره خیال بازار راحت شده از داستان نتیجه انتخابات آمریکا اما اوضاع خبر میانه هنوز خیلی تغییری حداقل نکرده و اون فرصت داره که بخواد در واقع تاثیر بذاره روی طلا من به نظرم در کوتاه مدت طلا فشار روش خواهد بود اما به نظرم چیزی هستش که شاید تا 6 ماه سال آینده هنوز بتونه نقطه خوبی باشه برای نگهداری پولتون نه برای رشد پولتون ولی بله خب جالب هستش بازار بورس آمریکا هم همینطور میگم ریسک آن رو داشتیم و حرکت به پول به سمت بازار بورس رو هم دیدیم آلتایم هایش رو زد هرچند که نسبت حرکت ها نسبت به چیزی که در کریپتو دیدیم بسیار بسیار کوچک هستش یک اتفاق دیگه ای که این هفته افتاد در اتریوم بود که اتریوم بالاخره حرکت خودش رو شروع کرد اتریوم به بیت کوین اینم اگر خاطرتون باشه دو هفته پیش گفتیم که دیگه یه جوری به نظر میاد که به انتهاش رسیده نسبت اتریوم به بیت کوین و کاهش دامیننس بیت کوین و چرخش پول از بعد از حرکت بیت کوین و چرخش پولش نسبت به آلت کوین ها جالب بود هنوز خیلی زوده که بخوایم بگیم آل سیزن شروع شده ولی خب جایی هستش اتریوم و بیت کوین که من دنبال ترید روش میگردم ترید به سمت بالا روش میگردم هنوز الان شاید خیلی چیزی نداشته باشم که بخوام روش وایستم به با عنوان ساپورت ولی خب من فکر میکنم که در یه هفته تا یک ماه آینده موقعیت خیلی جالبی برای اتریوم و بیت کوین داشته باشیم به شخصه ترید نسبتاً کوچیک روی خود اتریوم داشتیم این پایین به خاطر حمایت بسیار قوی که این پایین وجود داشت ولی خب روی نسبت اتریوم به بیت کوین کارهای خیلی بزرگتر و مهمتری میشه انجام داد و این برنامه ای من هستش بازار بورس رو اگر بخوایم نگاه بکنیم شاید خیلی اتفاق عجیب جالبی توش وجود نداشته باشه رشد های چند ده درصدی رو داشتیم طبیعتاً و خیلیشون هنوز اتفاق نیفتاده با توجه به که بخشی از افزایش قیمت در آخر هفته اتفاق افتاد و هفته آینده اینا رو خواهیم دید ولی در واقع کندل سبز طبیعتاً توی ماینر بیت کوین داشتیم در این شکی نیستش رابین هود بالاخره به تارگت سی دلاری رسید و این تارگتی بود که ما انتظار داشتم یکی دو سال طول بکشه بهش برسیم ولی خب در کمتر از 6 ماه موفق شدیم بهش برسیم و خب خیلی خیلی جالب بود بوینگ به نظر میاد که حرکت هایی داره میکنه یک سری انومالی توی در واقع هر او بی ویش مشاهده میشه مقدار قابل توجهی پول وارد شده با وجود اینکه قیمت آنچنان تغییری نکرده و روی خط روند پایین هستیم به, به نظر, میاد که داره دنبال کف خودش میگرده در حوالی 150 دلار و این میتونه که سرمایه گذاری جالبی باشه اگر با نگاه یک سال تا دو ساله اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم بسیار عالی دوستان به بشه که کانادا هستن قول یک خبر خوب رو داده بودم وبینار بیت کوین در کانادا در پیش هستش در چند هفته آینده به زودی این وبینار برگزار خواهد شد اگر که مشتاق هستین که در ایش شرکت بکنید برین در سایت گنج آکادمی و اینجا اسم و ایمیلتون رو بذارین لایک کردن این ویدیو هم فراموش نشه خیلی خلاصه بخوام بگم در این وبینار قرار راجبه خود بیت کوین صحبت کنیم راجع به قوانین بیت کوین در کانادا اینکه چطور خرید و فروشش کنین مالیاتش رو چجوری باید حساب بکنین چجوری قانونی بتونین همه کاراتون رو انجام بدین قرار صحبت کنیم مطمئنم که بسیار جذاب خواهد بود براتون حتما حتما از دستش ندین اسم و ایمیلتون رو اینجا وارد کنید که حتما بهتون خبر بدین در اولین فرصت ممنون از همه گیتون که تا به اینجا کار همراه ما بودین لایک کردن سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن نظرتون فراموش نشه به زودی میبینمتون و تا دیداری بعد خدا نگهدارتون باشه